به فصل بهار نزدیک می شویم و فصلی که نماد سرآغازی نو برای طبیعت و تمام موجودات، به طور خاص انسانی که در جستجوی تازه شدن و تحولی نو می باشد. و چه پر افتخار برای ما ایرانیان که به پیروی از فرهنگ باستان سرزمین عزیزمون بهار رو به نام نوروز یاد می کنیم و یا اون واژه‌ای رو که همون گونه که عرض کردم سرآغازی نیکو رو نوید میدیم و با مراسمی همچون خانه. بقیه شما بگید، یه خود سخت پشت ماسک صحبت کن. خانه تکانی فراموش نمی‌کنیم، خانه تکانی، مهمانی و مراسم آشتی کنان. مراسم آشتی کنان یادتون هست یا نه؟ تو ایام عید وقتی که میدیدن بعضی از دوستان و یا اقوام به هر دلیلی در طول سال قبل اینها سوء تفاهمی بوده، باعث تلخی شده، تو همون ایام عید یه مهمونی میگرفتن و یه بزرگ از اون خانواده و فامیل میامد و اون یک نفر دو نفری که با همدیگه به هر دلیلی قهر بودن اینها رو با هم آشتی میدادن. و چه فرهنگ نیکویست که واقعا خدا اجازه بین ایرانی ها باشه و اون کینه و اون نفرت رو ایرانی ها به این روش از خود دور می کردن و نگرشی به اون ماهیت و ذات خلقت خیش داشتن که محبت می باشه و سعی و تلاش می کردن که از اسارت های همچون غرور، طمع، بقیه شما بگید، حسادت، خودپسندی، نفرت، بله، بدخلقی، و خیلی این همه ما ایرانی ها اینقدر با اینا سر و کار داشتیم. بله، کلام خداوند اعلام میکنه در نامه رومیان 3:23 که همه گناه کردن، همه، هیچ فرقی نمیکنه و جلال خدا قاصر بودن. و این که ما خودمون رو تقدیس کنیم، این که ما نه تنها اتاق تکونیم بلکه فکرمون رو تکون بدیم از چیزهای ناخالصی که در مسیر اراده خداست، خواست خدا و اراده خدایی هست که جهان را از همون ابتدای خلقت به نیکویی آفرید و در کلامش انسانی که مشتاق، یک بار دیگه میگم، انسانی که مشتاق به نیکویی میباشد و خواهان حیات جاوید هست رو تعلیم میدهد به توسط کلام خودش. در کتاب مزمور 34:12-14 میخوانیم، اعلام میکنه کیست؟ آن شخصی که آرزومند حیات هست، میخواد بهارش همیشگی باشه، بهارش جاودانه باشه، میخواد از امروز تصمیم گرفته چند روز دیگه بیشتر نمونده به سال جدید، زندگیشو تقدیس کنه، فکرشو تقدیس کنه، احساسشو تقدیس کنه، رفتارشو تقدیس کنه در حضور خدا، توبه کنه و عهدشو با مسیح تازه کنه، یا قلبشو الان به عیسی مسیح بده تا بهار جاوید رو داشته باشه، تا سرآغازی نو رو داشته باشه، سرآغازی نیکو رو داشته باشه. کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می‌دارد؟ هلاکت رو دوست نداره، مرگ رو دوست نداره، که هیچ انسانی نیست که دوست داشته باشه. و اونهایی هم که خودکشی میکنن علتش این نیستش که حیات رو، زندگی رو دوست ندارن، مشکلات و سختی هایی که اطرافشون هست رو دوست ندارن و نمیدونن با اونها چی کار کنن. و ادامه میده تا نیکویی را ببینند. دوباره اینجا علامت سواله، کیه؟ زبانت را از بدی نگاه دار. زبانمون رو امروز تقدیس کنیم در حضور خدا. آنچه که باعث تلخی شده، آنچه که باعث آزردن دیگری شده، آنچه را که تا لحظه قبل باعث رنجش کسی شده، لبهایت را از سخنان حیله آمیز از بدی اجتناب نما. هوشیار باشیم، برای بیزینس، برای موقعیت‌های، از زبان چابلوسی رو خدا دوست نداره. خدا به قلب ما، به فکر ما نگاه میکنه، به زبان ما نگاه نمیکنه. زبان ما رو زمان دوست داره که از قلب پاک ما نشأت گرفته. و ادامه میده از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن، صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. یعنی یک کنشی رو نیز داشته باشیم، تلاش کنیم که حقیقتاً آنچه را که بهترین هست رو داشته باشیم. شعار فقط ندیم،
نماد زندگی درونیمون یک معنایی داشته باشه، از بهار حقیقی، بهار جاودانه، از سرآغازی نو و نیکو داشته باشه. پدر و پسر که توی خیابون ایستاده بودن و تشییع جنازه یک نفر رو میدیدن، پسر گفت بابا این چیه؟ گفت هیچ، اون آقایی که مثلا اون شخصی که توی اون تابوت هست رو دارن میبرن. گفت کجا میبرن؟ گفت یه جایی میبرن دیگه، نه لباس هست، نه آب هست، نه خوراک هست، نه شادی هست، نه مهمونی هست. یه نگاهی که به باباش گفت بابا میبرنش خونه ما؟ چگونه زندگی میکنیم؟ خدا هرگز نمیخواد ما بد زندگی کنیم. خدا نمیخواد ما فرزندان او در ریاضت و در سختی باشیم. خدا این کره زمین رو نیافریده برای انسانهای شرور. گاهی هستش ما از کنار یه خونه رد میشیم میگیم وا این خونه چقدر زیباست. میگی دوست داری؟ شما این خونه رو داشتی. از کنار یه ماشین زیبا شما دوست داری. از یک طبیعت زیبا رد میشی، دوست داری در اون طبیعت قدم برداری. این علاقه و عشقی که در ذهن من و شماست از خدا اومده که ما با بهترین موقعیت زندگی کنیم، نه با عنوان فرزندان خدا در رنج باشیم، در سختی ها باشیم. پس ما هرگز پیاممون این نیست که مسیحی ها در سختی، در بدبختی، در رنج باشن. اما شادی ما، خوشحالی ما این دنیا نیست. یه مقدارش بستگی داره، ولی شادی حقیقی ما آسمان سوم در حضور خداست، در اورشلیم آسمانی هست. اما این نیستش که خداوند ما رو در این جهان آورده و ما نسبت به اون بی‌تفاوت باشیم. سوالی که میتونه باشه این هست، اما تلاش ما برای یک زندگی نو که در آن آغاز نیکو و بدون هیچ اسارتی از بدی‌ها و رنج باشد چگونه امکان پذیر است؟ چگونه میتونیم؟ اشعیای نبی با تجربه و هدایتی که به توسط روح القدس میشه در کتاب اشعیا 55 6 الی 7 این گونه میگه: خداوندا مادامی که خداوند را مادامی که یافت میشود بطلبید. مگه خدا گم میشه؟ نیستش. چه اتفاقی میفته؟ چرا اشعیا باید بگه مادامی که یافت میشه؟ مانند شما عزیزان که این کشش در قلبتون هست نسبت به خدا، حتی در زمان قرنطینه با دلیلی میاد کلیسا، حتما رعایت میکنیم. مانند عزیزان که روی فیسبوک و اینستاگرام هستن، بی توجه نیستن، ایمان آوردن به مسیح، خودشون رو دور نمیکنن از اون هدف اصلی خلقت، بی توجه نیستن. مانند خادمینی که هنوز ایستادن، نمیگن خب زمان قرنطینه تعطیل، همه چیز تعطیله، ما هم تعطیل هستیم. به خوبی درک میکنم، میگه زمانی که یافت میشه یعنی در قلبت هنوز هست، حسش میکنی، میبینی دوستش داری، وقتی کلام رو میشنوی دلت یک دفعه میبینی به وجد میاد، حس قشنگی داری. چرا که امکان داره اونقدر بیتوجهی ما نسبت به هدف مقدس خدا باشه، اونقدر نگاه ما به این دنیای شلوغ باشه و مشغول این دنیا بشیم که گویا انگار خدا کنار ما نیست. و اون موقع هست که مشکلات که میافتیم خیلی راحت میگیم خدایا تو کجایی؟ و خدا میگه تو کجایی؟ مثل تو باغ عدن خدا آدم و حوا رو صدا کرد، ولی آدم و حوا گفتن ما ترسیدیم رفتیم پنهان شدیم. در این اتفاق بازم میافته. از این رو اشعیا اینگونه میگه: خداوند را مادامی که یافت میشود بطلبید و مادامی که نزدیک هست او را بخوانید. کلیساهای مسیح خدا رو شکر تا به امروز مستقر هستن، حتی در این زمان قرنطینه خادمین به نوعی دیگه خدمت کردن، کلیساها باز نبود، اما خدا رو شکر در این دنیای مجازی عجیب خدا کار کرد و خبر خوش نجات به گوش خیلی ها رسید. خیلی ها در همین دوران قرنطینه قلباشون لمس شد، به مسیح ایمان آوردن. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید. پس نگاه خدا حتی به انسانهایی که گناهکار هستن، شریر هستن. مثال داریم میگیم خامنه‌ای یه شخص شریر، شخص دیکتاتور و کسایی که کنار او هستن، خدا حتی نگاهش به اینه که اینها توبه کنن و برگردن. هیتلر، خدا نگاهش به این بود که هیتلر هم توبه کنه، چون کلام خداوند اعلام میکنه که خدا نمیخواد حتی افراد شرور هلاک بشن، خدا میخواد اونها نجات پیدا کنن. چرا؟
چون ذات خدا چیه؟ محبته. چون ذات خدا محبت، غیر از این نمیتونه عمل کنه. مثل انسان نیست که بلافاصله با کینه ها جایگاه محبت رو عوض کنه، جای دیگه ای فکر کنه و اندیشه کنه. افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد بود و به سوی خدای ما که مغفرت، یعنی رحمت، مغفرت عظیم خواهد کرد. رحمت عظیم خواهد کرد. ما میدونیم که با فیض مسیح نیز نجات یافتیم، رحمت او بوده. مرز رهایی از افکار گناهالود تا رسیدن به یک زندگی ایدئال و موفق ایمان هست، که ما ایمان داشته باشیم، یعنی ایمان به وعده و محبت خدا که در هر شرایطی، چه شرایطی که همه چیز آرومه و چه شرایط سخت، خدا با ما خواهد بود. آیا این ایمان رو داریم؟ بلند بگیم آمین، هللویا. شما عزیزانم که روی اینستاگرام، روی فیسبوک هستید، بگید بلند آمین. این آمین شما رو شیطان میشنوه، عقب میره. آمین که ما به وعده های او ایمان داریم. نویسنده مزمور 135 الی 6 اعلام میکنه: من بی صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم. یعنی میگه لحظه به لحظه، حالا توضیح میده، میگه لحظه به لحظه منتظرم کی میاد. همه ما توی موقعیت های قرار گرفتیم که منتظر یه نامه بودیم، منتظر کسی بودیم، منتظر تحولی بودیم، وقتی طولانی شده چقدر زجر کشیدیم، ولی انتظار از ما گرفته نشده. میگه من بی صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم، زیرا به وعده او اعتماد دارم. من بیشتر از نگهبانی که منتظر طلوع صبح هستند در انتظار خداوند میباشم. کدوم از شما عزیزان از شب تا صبح مجبور بودید بیدار باشید، باید صبح میشده استراحت کنید، جایی برید؟ این انتظار رو یادتونه؟ افرادی که نگهبان هستن، حالا کارشون نگهبانیه تا صبح، بعضی موقع وقتی خسته میشن همش نگاه میکنن ببینن آخه کی میشه این خورشید بیاد، طلوع خورشید کی میاد. من زمانی که سرباز بودم این تجربه رو داشتم که زمانی که نگهبان میشدیم از شب تا صبح، دیگه خسته که میشدیم نگران میشدیم، میگفتیم آخه کی میشه، چرا تموم نمیشه این وقت، همش ساعت اون رو نگاه میکن. و نویسنده داره این گونه میگه، و قلب من و شما زمان این انتظار براش لذت بخش میشه، انتظاری که سخته که این رابطه رو با خدا و کلام خدا داشته باشیم، در حضور او باشیم، که اینجاست که میتونیم دوباره برگردیم به این ابتدای این آیه که اعلام میکنه که بی صبرانه من منتظر کمک از جانب خداوند هستم، زیرا به بعد او اعتماد دارم. پس اعتماد اوست که حتی انتظار رو برای او آروم میکنه، او رو خوشحال میکنه. و همچنین باز اشعیا اعلام میکنه، اشعیا در کتاب اشعیا 61:1، که چگونه میتونه این وعده برای ما حقیقی باشه که به این کلام بنگریم، کلام رو بشناسیم. میگه روح خداوند یهوه، یعنی خدای زنده، یهوه یعنی خدای زنده، خدایی که هست، روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده، که اشاره میکنه در اصل به پیشگویی آمدن عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 4 آیه 17 و 18 که مسیح رو اعلام میکنه. مسیح دقیقا همین قسمت رو از اون تومار میخونه: تا مسکینان را بشارت دهم، یعنی مسکینان در روح، کسایی که طالب حقیقت هستن، و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم، اونهایی که پر از درد و رنج هستن و منتظر او هستن، و اسیران را به رستگاری، اونهایی که افکارشون، احساساتشون اونها را به اسارت گناه برده. حتی میخوام اینو عرض کنم، بعد از ایمانم، اگر تصور میکنیم که طبیعی روی زمین داریم زندگی میکنیم، هنوز میل به گناهانی داریم، تمایلاتی به گناه داریم، و بعضی موقع حتی از خود دیگه بدت میاد، میگه چند بار مثل پولس رسول میگه میل دارم آزاد شم از گناه، اما نمیتونم. البته تو یک مثالی داره این رو میگه،
میخوای از اون گناه آزاد بشی اما نمیتونی، گویا اسیرت کرده. یه مقداری میری جلو میبینی انگار آزاد شدی، همین که میخوای بدوی تو رو میگیره، همین که میای افتخار کنی از این گناه آزاد شدی دوباره انگار این گناه تو رو دربر میگیره، اسیرت میکنه. این رو بدونیم، به وعده خدا ایمان داشته باشیم، این امید رو داشته باشیم که خداوند ما روی صلیب بهر گناهان بشریت رفت تا من و تو رو آزاد کنه. ما آزاد هستیم. آمین. میتونی اعلام کنی من آزاد هستم در مسیح؟ آمین. آزادی تو اعلام کن. اجازه نده که این فکر شریف که ما رو در بند میخواد نگه داره بر ما غالب بشه. و اعلام میده و اسیران رو به رستگاری و محبوسان رو، باز محبوسان یعنی اسیران در بندان، را به آزادی ندا میکنن. پس عیسی مسیح بهر همین اومده، پیشگویی شد و آمد، آمد تا با فیضش ما رو نیز نجات بده. همه ما تجربیاتی داریم که اسیر بودیم. آیا شما عزیزان اسیر گناهانی بودید که در مسیح آزاد شده باشید؟ من خیلی بودم، خیلی هم هنوز هستم، هنوزم دارم دعا میکنم آزاد بشم. شاید به شماها بگم نیستم، ولی خدا میبینه هستم، پس به خدا نمیتونم دروغ بگم. پس همینجا تو کلیسای خانه خدا میگم هنوزم اسیر خیلی از گناهان هستم، اما کوتاه نیومدم. دعا میکنم میایستم تا آزاد بشم. این رو از همون ابتدای ایمان آموختم. وقتی مسیح ایمان آوردم، روزهای قبل از اینکه مسیح ایمان بیارم، یک سالی بود که به صورت شدید به خاطر مشکلات و سختی ها اسیر مشروبات الکلی شده بودم، طوری که مثل یک اعتیاد شده بود برای من. حتی بعد از ایمانم به مسیح اینو توجیه میکردم، میگفتم آره چه اشکال داره مشروب بخوریم، زیادم بخوریم دیگه، حالا که ما هم که همه به ما میگن ارمنی شدیم. اون موقع ما میگفتم 21-2 سال پیش به ما نمیگفتن مسیح، میگفتن اینا رفتن ارمنی شدن، پس چه اشکال داره بخوریم. حتی یادم هست بعد از برژ عزیز، معلم خوبم، هر بار در این رابطه با من صحبت میکردم، من گفتم برادر ول کن دیگه، کارهای آخونده رو نمیخوایم انجام بدیم، توجیه میکردم. اما یک شب وقتی مشروب زیادی خورده بودم و از اونجا که کلامم دوست داشتم، بعدش رفتم کلام خوندم و حتی میخواستم داشتم دعا میکردم، روح القدس خیلی قوی با قلب من صحبت کرد که به مستی به حضور من نیا. و باور کنید همون لحظه از هرچی بوی الکل بود بدم میومد و این حس رو گرفتم. خود من یه نوع عرقی رو اون زمان درست میکردم که یکی از دوستانم خیلی اونو دوست داشت، تصمیم داشتم بریزم دور، گفتم نه اینو من میدم به این دوستم، این دوست من اینو دوست داره دیگه. همون زمان روح القدس با قلبم صحبت کرد این چگونه زهریست که برای برادر تو شربت. اگه برای من زهره، این دقیقا همون جمله است و از ذهن من پاک نشده، این چگونه زهریست که برای برادر تو شربته. و من ریختم دور. من همین موضوع رو به این برادر، به این دوستم گفتم، ایماندار نبود، وقتی که شنید نشست گریه کرد، داشت سیگار میکشید، سیگارش هم مچاله کرد انداخت دور، آلوده به خیلی از چیزهای دیگه هم بود تو زندگیش، توبه کرد. همون موقع قلبش داده مسیح، گفت رسول تو رسول قدیم نیستی. من نمیخوام بگم مشروب خوردن گناه داره، خیر خودم هم میخورم، مستیش رو کلام خدا میگه نه، مستیش از طرف خدا نیست. ما فقط باید مست، یکی بلند بگه مست روح القدس بشیم که حکمت او هستش که ما رو نیز دستگیری میکنه. شاعر اعلام میکنه چون که عیسی به سوی ما آمد، عالم از پرتوش گل گلفشان شد، سوی گل باغبان به جان آمد، تا دهد مژده بر زمین و زمان، که خزان رفت و گل به بار آمد. آمین. این روزها که داریم نزدیک میشیم به ایام بهار، به یاد بیاریم کار مسیح رو که این بهار رو در دل من و تو دوباره میخواد ایجاد بکنه، نسبت به هر ضعفی، نسبت به هر خستگی. و پیام اشعیای نبی به آمدن کسی است که در او قدرت ایجاد بهار هست، بهار جاوید هستش، ایجاد تولد تازه هستش، تا ما رو از اون اسارت گناه آزاد کنه. مطابق انجیل یوحنا 5:18 که اعلام میکنه هر کس از خدا مولود شده است چه کار نمیکنه؟
هر کس از خدا مولود شده چیکار نمیکنه؟ گناه نمیکنه. یعنی نمیتونه گناه کنه. همونطور که خدا نمیتونه گناه کنه. یعنی قدرت و توانی در او هست. هرچند ما گناه میکنیم، اشتباه میکنیم، اما روح القدس ما رو ملزم میکنه تا زمانی که خدا یافت میشه. اگه بی توجهی میکنیم به روح القدس تمام. هی روح القدس میگه رسول این کارو نکن. میگم توجیه میکنم، میگم نه آخه این آیه اینو میگه روح القدس. حالا دارم روح القدس رو. ما یه موقع کشیشا رو هم میخوایم قانع کنیم، معلمین کتاب مقدس هم میخوایم قانع کنیم. ولی دیگه روح القدس رو نمیتونی قانع کنی. بعد میبینی روح القدس بهش گوش نکردی. اونجاست که میگه یافت نمیشه. در نامه کلوسیان 2:12 اعلام میکنه زیرا زمانی که قسط تعمید گرفتید در واقع طبیعت کهنه و گناهکارتان با مسیح مرد، تمام شد. نه اینکه فکر کنیم ما رفتیم تو این آب، آب تنی کردیم اومدیم بیرون گناهمون مرد. خیر، این یک عهده. هوشیار باشید. بعضی از عزیزان میگن میشه برادر اسو دوباره منو تعمید بدیم؟ میگیم چرا؟ میگه آخه من تو این روزا خیلی گناه کردم اینا. فکر میکنه بره تعمید بگیره تمومه. یه حس قشنگ رو میذاره جایگزین کار خدا. هرگز، این یک عهده. مثل زن و مردی که با هم قبلا ازدواج کردن یکیشون خیانت کرده، حالا میگه بریم دوباره با هم عقد کنیم. مسیحیت یعنی مسئولیت. برابر برای این خواهر من دست بزنید. مسیحیت یعنی مسئولیت. مسئولیت داره. من مسئول اعمالم هستم. تموم شد اون دوره. من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. هی گناه میکنیم، هی اشتباه میکنیم، میگیم آقا دیوه اونجاست، روح بد اونجاست. هوشیار باشیم. حتما شیطان بر علیه ماست. حتما من و تو نیاز به تراپی داریم. اما ما مسئولیت هم داریم. نمیتونیم بگیم شیطان نمیذاره من کلیسا بیام، شیطان نمیذاره من راست بگم، شیطان نمیذاره من آدم خوبی باشم، شیطان نمیذاره. پس بابا بیخیال دیگه، چی داری میگی مسیح پادشاه منه؟ خود شیطان پادشاه توه بدون تعارف. اگر تو اینقدر شیطان رو توی زندگی خودت قادر میدونی، پس خدا جایی نداره. حتما شیطان رو بشناسیم، نقشه هاش رو بشناسیم، اما هوشیار باشیم. بر من و شما خدا سلطنت میکنه. آمین. مشروط بر این که مسئولیت خودمون رو بپذیریم و به این مسئولیت پیش بریم. پس ادامه میده زیرا زمانی که قسط تعمید گرفتن در واقع طبیعت کهنه و گناهکارتان با مسیح مرد و دفن شد، پس با مسیح زنده شدید و حیاتی نوین را آغاز کردید. سرآغازی نو، حیات بهاری جاودانه. تمام اینها در اثر این بود که به کلام خدا یه توانات چی شدیم؟ ایمان آوردیم. فیض خدا شامل ما میشه، اما اولین قلم رو من و شما آزادیم، به سهم ماست. ایمان آوردید. خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده کردش. بنابراین طبیعت مرده ما به توسط پیوند روح القدس با روح ما و توبه‌ای که انجام دادیم کمک کرد که در ما یک قدرتی و توانایی ایجاد بشه، بتوانیم در مسیر آزادی از بندهای گناه در قلمرو ملکوت خداوند پیش بریم. حالا چه به عنوان یک خادم خدا و چه به عنوان یک ایماندار عضوی در کلیسا. و این سرآغاز نیکویی رو پولس رسول با یک درک درست در دوم قرنتیان 5:17 این گونه اعلام میکنه کسی که از آن مسیح میگردد. ما از آن مسیح هستیم یا نه؟ آمین. عزیزانی که دارید ما رو میبینید، اگر از آن مسیح خودتو میبینی بلند بگو آمین. ما مال مسیح هستیم، مسیح مال ما هست. کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشه، بهار درش ایجاد میشه، توانایی داره، بهار قدرت داره. اگر بهار قدرت و توانایی نداشت هرگز نمیتوانست که باعث بشه درختی که خوش شده ظاهرا، هرچند نمرده اما خوابه، این قدرت رو داره که به این توانایی بده تا دوباره اون برگ بده، گل بده، میوه بده. و چقدر بیشتر روح القدس این قدرت رو داره که من و شما اگر در قسمتی از زندگی های روحانیمون خوابیم بیدارمون کنه. ازش بخواید بیدارتون کنه. منم میخوام منو بیدار کنه تا دوباره برگ بدیم، گل بدیم،
نگیم فقط یادش بخیر 20 سال پیش ما دعا میکردیم مردم شفا میگرفت. امروز چی؟ برپاخیز. با اومدن این بهار تو هم نیز بهار مسیحیت تو نشون بده به دیگران. اجازه بده این بهاری که در روح القدس در وجود ما هست نمایان کنه. کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدید میشود. اون دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده. یعنی همون تولد تازه. یعنی آزادی از هر فکر و افکار هلاک کننده. پروین دخت نیز شعر زیبایی میگه. این خواهر گرامی در مسیح اعلام میکنه: مژده یاران که طبیب دل بیمار آمد. دل کجاست؟ فکره. این تلمبه نیست، این فکره. این فکری که بیمار شده به دنبال گناه میره، گناه ها میکنه، بعد پشیمون میشه. با مریض دیگه چه پشیمون میشی؟ پس میدونی اشتباست. مژده یاران که طبیب دل بیمار آمد، آن شفا بخش دل و روح اسیران آمد. کسی که میتونه فکر مریض ما رو شفا بده تا در سلامتی باشه و روح ما که اسیر روحای شریر بوده رو آزاد کنه. از ازل وعده امروز به ما داد خدا که بیاید ز کرم در بر و اینک آمد. آمین که آمد، در ما اومد. مسیح امروز در من و تو هست. این قدرت تبدیل در من و تو هست. ناامید نشو اگر تا به الان گناه و اشتباه کردی، چون مسیح قادره که تبدیل کنه تو رو، به تو قدرت و قوتی بده تا در سلامتی زندگی کنی، در امنیت زندگی کنی، در آرامش زندگی کنی. بریم با هم دیگه نامه افسوسیان 2:1-18 رو داشته باشیم. از شریف میخونیم: نشته شما غیر یهودیان به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید و در راه‌های کج این جهان قدم میگذارید. خدا از قوم اسرائیل شروع کرد، اما هدفی نبود فقط قوم اسرائیل. بارها از من شنیدید قوم اسرائیل هم مثل تمام ملت‌های دیگه بودن، چیزی بهتر و چیزی بدتر نبودم. کار خدا اینه، خدا از یکی شروع میکنه. الان کلیسای پرستان مسیح، خدا با فیضش، خودستایی نباشه، از من شروع کرده، از خانوادم شروع کرده، با قلب من صحبت کرد، از ایران حرکت کردم و اومدم اینجا، دانشگاه رفتم، درس خوندم، تمرکزم رو با فیض خدا روی خدمت گذاشتم و این خدمات رو داشتیم توی تلویزیون، تو کلیسا، و خادمینی هم خدا کنار من قرار داده. کار خدا اینه، اما به رسول تموم نمیشه، به خانواده رسول تموم نمیشه. شاید خیلی ها خادم شدن رفتن جای دیگه دارن خدمت میکنن. هاللویا، این خدمت منم بوده. خدا از یکی شروع میکنه، ولی این برای نیست که رسول از همه بهتره. نه خیر، اصلا. از همه بدتره، نمیدونم، شاید باشه، ولی هدف خدا این نیست. هدف خدا اینه که از یه نفر شروع میکنه، میگه این کلام رو بگی به بقیه پخش کن. قوم اسرائیل هم همین گونه بودن، نه بهتر بودن نه بدتر. حالا پولس رسول داره به مردم میگه، به ملت‌های دیگه داره میگه، میگه فکر نکنید چون قبلا به شما گفته نشده شما امروز نجات رو ندارید. نجات برای همه است. آمین. بله. و از حکمران قدرت‌های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند پیروی می‌کردند. در آن زمان ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. پولس رسول داره شفاف صحبت میکنه، میگه پس ما ملتی بهتر از شما نبودیم، همون گونه که من گفتم. ما انسانهای گناهکاری بودیم، بت‌پرستی هم کردیم، کلام رو داشتیم و بدی کردیم، پس ما از شما بهتر نبودیم. بله. درست مانند سایر آدمیان ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم، اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید. اما محبت خدا عزیزان فقط این نبود برای مردم جهان که یگانه پسرش را فرستاد، بهر گناهان بشریت روی صلیب مردن. محبت خدا تعریف‌های بسیار داره. محبت خدا اینه که خدا به زور نمیخواد انسانی به مسیح ایمان بیاورد. در انجیل یوحنا 3:16 ما میخونیم، اعلام میکنه خدا آنقدر جهان رو دوست داشت که یگانه پسر خود را داد تا هر کس ایمان آورد. نگفت به زور. هر کس ایمان آورد
او نجات یابد. زور نیست عزیزان، زور نیست به هیچ وجه. از این روح هستش که یوحنا به توسط روح القدس عجب گفتار زیبایی داره. مکاشفه 3:20 میگه عیسی مسیح در پشت قلب تو ایستاده است و میکوبه، اگر ایمان آوردی تو نیز میتونی مسیح رو برای همیشه پیش خودت داشته باشی. اون میاد توی خونه، اگر قلبت رو باز کردی اون با تو زندگی میکنه، با تو همراه خواهد بودش. پس بنابراین عزیزان این رو بدونیم، در نجات هیچ زوری نیست، اصلا هیچی زوریش خوب نیست. قبول دارید یا نه؟ پول باور کنید ثروت زوریش هم خوب نیست. الان شاید احتیاج داریم میگیم آخ کاش که یکی پیدا میشد $1,000,000 به ما یه پول زور میداد. هیچ چیز. برای همین هست وقتی که شما خیلی یارو سورپرایز میکنید تو خوبی، حس میکنید انگار خوششون نیامد. به طور خاص مردا مواظب باشن، منم از این اشتباه میکنم، همسرم میدم سورپرایز میکنم میگم اوه الان خوشش میاد، هر چی نگاه میکنم میبینم نمیخنده. زهرا جان اینجا هستی؟ خب میبینم میل اونو ازش گرفتم، سلیقه همسرم رو گرفتم، سلیقه خودم رو گذاشتم جاش، بعد بهش میگم سورپرایز. این که دیکتاتوری زوره. پس هوشیار باشی، هیچی زوریش خوب نیست، نه آزادی، نه عشق، نه امنیت، زوری خوب نیست. خدا هم این گونه عمل نکرده با ما، به زور نمیخواد به ما چیزی رو تحمیل کنه و به ما به زور هرگز تحمیل نکرده. خانی در زمانهای قدیم خیلی تسلط داشته بر همه روستاهایی که اطراف بودن، اما یه روستا بوده که کت خداش زیر بار زور این نمیرفته. یه روز خسته میشه میگه با این چه کار کنم، این تنها روستاییه که با من یکی نمیشه. یکی از غلاماش صدا میکنه و میدونسته که این کت خدا چقدر مرد خوبیه، یه سینی طلا بهش میده، یه مقدارم جواهرات میریزه، میگه اینو برو بده به کت خدا و بهش بگو اگر تو اینو بگیری منم آزاد میشم. میگه باشه. اینم میره پیش کت خدا، میگه کت خدا راستیتش این طلا و جواهر رو خان داده و میگه اگر تو اینو بگیری منم آزاد میشم. میگه میدونم که من اینو بگیرم هرچند دارای ثروتی میشم تو آزاد میشی، ولی خبر داری من در بند قرار میگیرم، من اسیر میشم. پس هیچ چیز زوریش خوب نیست، باید درک درستی باشه. بله، از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت عظیم و بی‌قیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در عیسی مسیح در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید. آمین. به سبب فیض خداست، اما اشتیاق من و تو خیلی مهم هست. خیلی مهمه که من و تو مشتاق هستیم یا نه. پس ایمان ما مهمه. ایمان ما از اشتیاقمون میاد، از باورمون میاد، از میلمون میاد. یعنی این گونه نیست که شما بگید آره فیض خدا شامل فلانی شد ایمان آورد. نه خیر، فیض خدا شامل همه شده، اما همه از آزادی که درش حکمت هست استفاده نمی کنن. همه فروتن نیستن، همه میل به این نیستن که حقجو باشن که نجات پیدا کنن. پس من و تو هم سهمی داریم، اما سهم ما در برابر فیض خدا جواب میده. در انجیل لوقا باب 19:1-10 میخونیم که شخصی به نام زکی باجگیر که رئیس باجگیرها بود، وقتی که میگن عیسی مسیح وارد اریها شد و مردم همه اطرافش بودن، زکی به خاطر اینکه اونو ببینه و قد کوتاهی داشته و همه به خوبی میدانید، زمانی که میبینه نمیتونه مسیح رو ببینه، میره بالای درخت چنار. هرچند برای شخصیت اون که یک دولتمند بود خیلی زشت بود که بره بالای درخت مثل یه بچه، ولی اونقدر عاشق بود میره. پس این اشتیاق خیلی مهم هستش. زکی باجگیر انقدر عاشق مسیح بود، چیزایی که شنیده بود دوست داشت مسیح رو ببینه، به خاطر اون خصوصیات اخلاقی و شخصیت و کرکتری که داشت. و میگه مسیح نگاه کرد اون بالا، حالا همه اینجا دارن مسیح نگاه کرد بالا، گفت زکی
امروز من در خانه تو هستم. و وقتی که میره در اون خانه، خیلی از مذهبیون شروع میکنن قرض دادن. آخه چرا مسیح باید وارد خانه یک شخص گناهکار بشه؟ به چه علتی؟ در انجیل لوقا 8-10 میخونیم: اما زکی برپا شد، به خداوند گفت: الحال ای خداوند، نصف مایملک خود را به فقرا میدم. کی مسیح به این گفت؟ کجا میخونیم مسیح گفته باشه حالا ثروتتو بده من اومدم؟ این گونه نیست. برای همین هستش از نظر من خیلی موقع ها بیهوده است که ما درباره دهیک و هدایا با مردم صحبت میکنیم، چون اگر روح القدس صحبت نمیکنه، اصلا روح القدس نمیخواد پول فلانی وارد کلیسا بشه به عنوان هدایا دهیک. چرا من باید به زور بگیرم به یه نفر بگم تو باید هدایا و دهیک بدی؟ کلام خداوند میگه، اما زوری نیستش که میگه به خوشی دل. اگر کسی نمیخواد با پول شریک بشه تو ملکوت خدا، نشه. زوری نیستش که کسی درک درستی نداره از ملکوت خدا، زوری نیستش. هیچ چیز زوری نمیتونه باشه. اما زکی برپا شد، به خداوند گفت: الحال ای خداوند، نصف مایملک خود را به فقرا میدهم، و اگر چیزی ناحق از کسی گرفته باشم، 4 برابر که بیشتر از شریعت هست بدو رد میکنم. در اصل این روح القدس که اونو داره ملزم میکنه. عیسی به وی گفت: امروز نجات در این خانه پیدا شده، چون زکی داره سخنان روح القدس رو گوش میکنه، به اون وفا میکنه، زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم است، زیرا که پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. که البته ما در مسیر تولد تازه باید هم مشتاق باشیم و هم کوشا باشیم. نمیتونیم فقط بگیم ما مشتاق هستیم. باز در انجیل متی 7:21 میخونیم که اعلام میکنه: به هر که مرا خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، نه هر که مرا خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان هست به جا آورد. به آنجایی که حقیقتا این اعتماد را داره به کلام خداوند که انجام میشه. بله بفرمایید. و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. یعنی نه اینکه خدا نمیخواد کسی به زور نجات پیدا کنه، خدا نمیخواد کسی به زور وانمود کنه که فرزند خداست، پسر خداست، دختر خداست. قسمتی از کلام خداوند اصلا اعلام میکنه، میگه کی گفت حالا تو درباره من صحبت کنی؟ حتی تو ذهنیت هم نیست. میگه کی خواست اصلا تو درباره من سخن بگی؟ گاهی خدا اصلا نمیخواد اون شخص شریر درباره خدام صحبت کنه، هرچند خدا باوره، ولی خدا نمیخواد تو اون صحبت کنه، چون که قلبش کاملا مال اون نیست. بله. زیرا ما ساخته یه دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدور فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. آمین. بنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسمن جز کافران بودید و به وسیله اهل ختنه، یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می‌گیرد، یعنی خدا ناباور، حالا اینجا از این کلمه استفاده شده، بله، نامختون نامیده می شدید. در آن زمان از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل محروم و از پیمانهایی که بر وعده های خدا متکی بود بی بهره بودید. شما در این جهان بدون امید و بدون خدا به سر می بردید، اما اکنون شما که دور بودید به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید. پس خیلی مهمه که ما تو کلیسا باشیم. میگه اتحاد خیلی مهمه که همراه با رویای خداوند باشی. خیلی مهمه که بدونی رویای کلیسای تو چیه، رویایش کشیش تو چی هست، که در اون قسمت اتحاد داشته باشی. در غیر این صورت از این کلیسا که رفتی بیرون، پشت کشیش صحبت میشنوی، پشت کلیسا صحبت میشنوی، پشت مسیح سو حرفای بد میشنوی، بله، بعد اون موقع میخواد چیکار کنی؟ سست میشی. اما وقتی که یک دل هستی، میای وارد ملکوت خدا در کلیسا میشی، این همبستگی اجازه نمیده که تو لغزش بخوری با سخنانی که بر علیه کلیسای مسیح هست. بله. زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به جا آورده. آمین. و
این دو را با هم متحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست. آمین. زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد. ما در مسیح یک هستیم. هوشیار باشیم. یکی دیگه از آسیب‌هایی که کلیساها می‌خورن این گونه است. مثال میگم. میگن ای بابا اونا حالا من اسم نمیگم. اون آدمایی که اینجوری هستن نه، اون نژاد نه. حواستون باشه در گذشته اینم بوده. خیلی هوشیار باشیم. ما ایرانی‌ها، ایمانداران آشوری، ایمانداران فارسی زبان، ایمانداران ارامنه عزیز، ایمانداری که از بهائیت اومده، از یهودی اومده، همه ما یک هستیم. آمین. فرزند خدا هستیم. مجال اینو ندید هیچ کجا بر علیه قومی که به مسیح ایمان آورده سخنی بشه. هرگز هرگز اجازه ندید. بعضی موقع شیطان تو کلیساها نفوذ میکنن، میگن مثلا این فارس آخه هنوز، ارامنه آی، آشوریا خیر، همه ما فرزندان خدا هستیم. آمین. به طور خاص خدا رو شکر برای مسیح زاده هایی که در ایران بودن، ارامنه عزیز، آشوریان عزیز که ایماندار بودن و خبر خوش نجات به کلیسا، به فارسی زبان ها رسوند که امروز کلیسای فارسی باشه. عزیزان، این اختلافات از طرف شریر هست. هوشیار باشید. بله، چند تا قایه دیگه مونده؟ سه. بله، بفهم. زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت تازه به وجود آورد و صلح و صفا را میسر سازد. مسیح با مرگ خود بر روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید. آمین. تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و به آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس، به حضور پدر بیاییم. آمین. 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 آمین که میتونیم برای این کلام خدا دست بزنیم. پس این رو بدونیم، اگر فکر نیکو داریم، اعمال نیکو داریم. اگر فکر نیکو داریم، تصمیم بگیریم. عزیزان، چند روز بیشتر نمونده به سال جدید. فکرمون رو تقدیس کنیم. اول با فکرت شروع کن. فکرت رو تقدیس کن و مطمئن باش که خداوند میخواد تو رو برکت بده. خداوند میخواد تو رو توی بهترین جایگاه نیز قرار بده. پدری که مدام پسرش رو تعلیم میداد که از نظر اقتصادی مواظب باشه، به اصطلاح خسیس باشه، یک روز بهش میرسه میگه پسرم کجا داری میری؟ میگه ایچی، دارم با دوست دخترم میرم سینما. میگه ای حواست باشه، تو زودتر برو تو سینما که مجبور نشی پول بلیط اونو بدی. میگه بابا من زودتر برم توی سینما، کی پول بلیط منو میده؟ خیلی موقع ما فکر میکنیم او ما چقدر تعلیم دهندگان خوبی هستیم در این مسیح، خبر نداریم، خیلی خرابتر کردیم. پس فکرمون رو تقدیس کنیم نسبت به زندگی که خدا ما داده، تا بتوانیم ما در بهار جاودانه زندگی کنیم. بریم به اولین نکته سرآغازی نیکو بپردازیم. نکته اول، ایمان به عیسی مسیح سرآغازی نیکوست تا افکاری محبوس یعنی اسیر آزاد شده و به اقتداری پایدار برکت یابد که به توسط روح القدس هست، برکت یابد برای یک زندگی موفق. آمین. آمین که با فیض خداوند میتونیم در این مسیر قدم برداریم. بریم آخرین آیه هم لطفاً داشته باشیم. نامه رومیان 12:2. هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید. آمین. و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. آمین. آمین که این گونه است که ما میتوانیم به راحتی در سرآغازی نیکو، نه فقط بگیم ما امسال رو تازه شروع کردیم، چجوری میخوایم شروع کنیم؟ میباید با نیکویی شروع کنیم. آمین. هللویا. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم و به آنچه که شنیدیم لطفاً از کلام خدا تفکر کن. اگر احساس میکنی که در گذشته، سال گذشته، سخنانت، تفکرت، احساست، اعمالت اونگونه ای نبوده که مسیح راضی باشه، مطابق کلام خدا نبوده،
خواهش میکنم برای اینکه بتونی سرآغازی نیکو داشته باشی در این سال جدید توبه کن. توبه کن. با توبه، با تقدیس، با تقویت از کلام خداوند میتونی تکمیل بشی مطابق متی 5:48 که میگه کامل شوید همچون خدای پدر. پدر آسمانی، خدای قدوس، اینک از تو میخوام مطابق فیضت در نام عیسی مسیح عزیزانی که با ما هستن، عزیزانی که خدا روی فیسبوک، اینستاگرام هستن، دنیای مجازی هستن، همچنین خودم، یک بار دیگه با خون مسیح تقدیس کنه خدا من. اجازه بده آنچه که امروز از کلام تو آموختیم در ما عمل کنه و در فکر ما خدا من تو بهاری جاودانه ایجاد کن و نام خودتو در اعمال ما جلال بده. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین. حضور نوازشگرم عجز چشمانم جاری سازم، حضور پر محبت وجودم را شد لبر سازد، حضور پر هم بر زبانم جاری کنم، حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کند، تشنه ام تشنه حضور شیرینم، مشتاقم مشتاق دیدار رویت، ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است، پر محبت پر محبت پر از رحمت و فیض